بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. با ختم این ویدیو شما میتونید که دی پنج چیز بفهمین. یکی که از ما میخواییم دی ویدیو صحبت بالای سیستم کمیات وزی دست راست یا رایت هند کاردینیت سیستم صحبت کنیم. دیگه بس دوم ما دی ویدیو از کارتیزیان ویکتورز یا ویکتورهای کارتیزیانی میخواییم دوباره زیم صحبت کنیم. بس سیم ما رکتنگولر کامپوننت یا مرکبه های مستطیلی است که بالای زیم میخواییم صحبت کنیم. بس چهارم ما یونیت وکتور یا وکتور واحد است و بس پنجم ما جمع وکتور های کارتیزیانی یا ادیشن آف کارتیزیان وکتورز. قسمی که شما در شکل میبینین که یک کرین توسط چهار کیبل یک عنصر آهن کانکریتی را چکده به طرف بالا کش میکنه و این انتقال میده. در این سیستم که است یک سیستم سه بوده میباشه و به خاطر الازی ما باید از کمیت وزی سه بوده استفاده کنیم. یعنی این سوال ما توسط چی حل میشه؟ توسط 3D یا مو سه بودی حل میشه. به خاطر از اینکه ما وکتورها را در سیستم کمیات وزی سه بودی با آسانی حل کنیم، در اونجا که از ماس استفاده میکنیم از ارائه وکتور به شکل کارتیزیانی استفاده میکنیم. در اینجا که از اسکالر استفاده نمیکنیم به خاطر که بسیار بر ما مشکلات وجود میاره. طریقی کارتیزیانی یک خوبی است که توسط هر قیمت که عددی باشه امرایش چی میه وکتورهای واحدش میه. یعنی در اونجا در طریقی کارتیزیانی که است وکتور واحد استفاده میشه و این بسیار خوب است و میتونیم که توسط ارائه کارتیزیانی این سوال ما بسیار بسانی حل کنیم. حالا میخواییم که در مورد سیستم کمیات وزیع قایم که بساس قانون دستراست چی میشه ارائه میشه. قانون دستراست بر ما رقم میگه که وقت دستراست ما موشستش به طرف مثبت محور زید باشه و وقتی که انگشت های باقی مانده خوده که چهار انگشت هست ایره که اگر ما دوران بتیم از طرف X به طرف Y بره، یعنی از طرف مثبت X به طرف مثبت Y بره، ایره چی میگیم ما؟ سیستم کمیات وزی دست راست یا رایت هندد کوردینیت سیستم میگیم. شما میتونید که سیستم های دیگه استفاده کنین، مثلا ای رقم سیستم استفاده کنین، در بعض جایا ای رقم استفاده میکنن که ایده به نام Y یاد میکنه و ایده X یاد میکنه و ایده Z. این مشکل نداره، شما میتونید که از هر سیستم استفاده کنین. صرف برای ما از سیستم به خاطر ما باید از پیش چی کنیم، بر خود جور کنیم یا بر خود ارائه کنیم که با مشکلات سر نخوریم و تمام سوال ها را با یک سیستم حل کنیم. در اینجا که من سوال را حل میکنم بساس امی سیستم کمیات وزیر دست راست حل میکنم. وکتورها نظر به موقعیتشان میتونه به چندین مرکبه داشته باشه. نظر به موقعیت وکتورها یا وکتور میتونه یک وکتور یک مرکبه داشته باشه و میتونه یک وکتور دو مرکبه داشته باشه و میتونه یک وکتور سه مرکبه داشته باشه. اگر یک مرکبه داشته باشه او چی مانا؟ به این مانا است که خود وکتور بالای یک محور قرار داره، یا محور X یا محور Z یا محور Y. اگر وکتور دو مرکبه داشت به این مانا که وکتور بالای یک سطح قرار داره، یعنی سطح XY یا سطح ZY یا سطح ZX قرار داره. اگر وکتور سه مرکبه داشت این به این مانا است که وکتور در کجا قرار داره؟ در فضا قرار داره، یعنی وکتور ما سه مرکبه داره. به خاطر از این که ما بتانیم که وکتور های که یک مرکبه و دو مرکبه داره ایره چی میکنیم؟ ایره ما میتونیم به سادگی از طریق گرافیکی مسئلهش رو پیدا کنیم، آرش رو پیدا کنیم و همچنان میتونیم که مرکبه هاش با آسانی پیدا کنیم. اما وقتی که وکتور در فضا میره دیگه طریقه گرافیکی بسیار کار مشکل است که ما طریقه گرافیکی استفاده کنیم. اما در این طریقه ما چی میکنیم؟ تحلیلی استفاده میکنیم، از طریقه تحلیلی، یعنی رو تحلیل میکنیم و تحلیل گرافیکیش که است همیشه وقت ما چی ارائه میکنیم؟ باید وکتور را به شکل کارتیزیانی ارائه کنیم. ما میتونیم که
وقتی یک مرکب و دو مرکب باشه ایران به تحلیلام حل کنیم. قسمی که ما در ویدیو گذاشتم گفتیم ما میتونیم که یک محورات به شکل وکتور واحد هم نمایش بدیم. تعریفش گفتیم وکتور واحد عبارت از وکتور است که برای ما صرف جهت نشان میده و دیگه امو مقدارش که است یک میباشه. مثلا وکتور واحد محور x چی است؟ میتونیم به شکل i نشان بدیم وکتور واحد i به این شکل. و وکتور واحد محور زید کاستا میتونیم که وکتور واحد کرا به شکل نمایش بدیم. و وکتور واحد محور وای کاستا عبارت است j میباشه به شکل نمایش داده میتونیم. خب پس گفتم میتونیم در سی بودی کاستا ما سه دانه وکتور واحد داریم، یکی وکتور واحد i، یکی وکتور واحد j و دیگه وکتور واحد k. به شکلی سیم وکتور واحد ماست. وکتور واحد i محور x نمایش میده، وکتور واحد j محور y نمایش میده و وکتور واحد k محور z ما نمایش میده. به شکل ما میتونیم که ما امو محورات نمایش بدیم به شکل چی؟ به شکل کارتیزیانی. وقتی که صحبت از کارتیزیان میکنیم باید از چی هم صحبت کنیم؟ از وکتور واحد هم صحبت کنیم، به خاطر که در کارتیزیان وکتور واحد استفاده میشه. حالا ما میخواییم که نمو مرکبه وکتور ای را پیدا کنیم. ما در درس گذشته گفتیم که در سیستم دو بوده یک وکتور چند دو مرکبه داره، اما در سیستم سه بوده که در فضا باشه وکتور داره سه مرکبه است اگر در فضا باشه. خیلی این رقم نشته کردم میتونیم که وکتور ای مساوی میشه با سه مرکبه داره، یکی مرکبه ای اکس داره جمع یکی مرکب ای وای داره جمع مرکب ای زد داره. اما قسمی که شما میبینید که وقتی که بالای یک حرف امی علامه وکتور اومد ای برای ما وکتور نشان میده، یعنی ای عدد نیست ای وکتور است. یعنی اگر وقتی که وکتور بالاش نامد چی مانا بر ما عدد مانا میده. اگر رقم عدد باشه که در محور x مثلا 5 باشه، در محور y 6 باشه، در محور z 7 باشه، اگر جمع کنیم بر ما یک عدد میده. ما نمیتونیم که شناسایی کنیم که ای به کدام محور است. خب پس با امرای ax چی نشتر میکنیم؟ ما به طور واحد استفاده میکنیم بخاطر آسانی کار ما که فایده که فهمیده شوه ای چی است. نشتر میکنیم به طور واحد i، امرای ay چی نشتر میکنیم؟ به طور واحد j را نشتر میکنیم و امرای az به طور واحد k را. به این صورت ما چی کردیم؟ ای را به شکل کارتیزیان ای را نمایش دادیم. ای کسته نمایش کارتیزیانی وکتور است. همه تو میتونیم ما هر وکتور به شکل نمایش بدیم. حالا اگر ما بخوایم که قیمت وکتور A را پیدا کنیم، یعنی A بدون علامه وکتور قیمتش را پیدا کنیم، قسمی که در ویدیو گذاشته گفتیم که در سیستم دو بودی رقم بود سیگما اف ایکس مربع میکردیم جمع سیگما اف وای مربع میکردیم و جذرش را میگرفتیم، برای ما قیمت A را میداد. خیلی اینجا که سه مرکب داره چی میکنیم؟ از سه مرکبش مربع میکنیم، جمع میکنیم و جذرش رو میگیریم. ax مربع جمع ay مربع جمع az مربع این بر ما مو قیمت وکتور رو میده و یا r رو میده. در سه بوده زیادتر مو قیمت خود وکتور رو نشتر میکنیم بجای r. قسمی که در این سوال شما میبینین که یک وکتور فضایی دارای سه زاویه میباشه، یکی زاویش که با محور x میسازه که بنام الفا یاد میشه و زاویه دیگهش که است با محور وای میسازه که بنام بتا یاد میشه و زاویه گاما که با محور زید امی قوه ما میسازه. حالا ما میخواییم که در اینجا سه زاویه را پیدا کنیم، زاویه الفا، بتا و گاما را پیدا کنیم. به خاطر زیر پیدا کنیم در اینجا ما چی میکنیم؟ مرتسمایش وقت رسم میکنیم از یک قوه را باید از با اون محور عمود رسم کنیم. یک عمود از اینجا رسم میکنیم با انجام x رسم میکنیم یا با محور x رسم میکنیم، یک عمود رسم میکنیم با انجام محور y، یک عمود رسم میکنیم بالای محور z. وقتی سه عمود رسم کنیم در اینجا یک مثلث قائم الزاویه جور میشه. شما میبینید که 90 درجه زاویه جور میشه. خیلی میتونیم که ما این زاویه رو تعریف کنیم، خیلی نشته میکنیم که کوساین الفا. کوساین الفا در اینجا اگه ما کوساین بگیریم میشه سود مجاور بر وتر، یعنی ax بر a به این شکل شده الفای ما. و همچنان اگر کوساین بیتا را تعریف کنیم، کوساین بیتا در اینجا مثلث جور میشه که ضلع مجاور بر وتر میشه، یعنی ای وای بر ای. به این شکلی را تعریف کنیم.
و همچنان دیگه زاویه رو تعریف میکنیم، کوساین گاما رو تعریف میکنیم. کوساین گاما دی مثلث دیگه کس اینجا ضلع مجاور بر وترس یعنی ای زیتو بر ای. ما این شکل ما ایسی زاویه رو چی کردیم؟ تعریف کردیم. حالا ما در اینجا میخواییم که وکتور واحد قوه یو رو پیدا کنیم. خیلی رقم نشته میکنیم که یو ای یعنی وکتور واحد یو یعنی وکتور واحد ای مساوی میشه به وکتور واحد. تعریف شما گفتیم که یک وکتور است که قیمت شک است و برای ما جهت نشان میده. خیلی طریقه فرمولش که است این رقم است که وقت با وکتور واحد پیدا میکنیم یعنی خود وکتور ما بگیریم تقسیم قیمت وکتور کنیم، این برای ما چی میده؟ وکتور واحد میده. خیلی از اینجا از بالا اگر ما قیمت وکتور ای را بگیریم، وکتور ای مساوی میشه به ای اکس آی جمع ای وای جی و جمع ای زید که این رقم است تقسیم بر ای. از اینجا اگر ما جدا جدا تقسیم کنیم ای اکس بر ای نشته کنیم ای اکس بر ای آی جمع ای وای بر ای جی جمع ای زید بر ای که به این شکل ای وکتور واحد ما شده. و همچنان میتونیم که ما وکتور واحد بلگه شکل هم نشته کنیم از جمع یو ای. در اینجا وکتور واحد یو ای مساوی میشه به بجای از این قیمت که ایکس بر ایس ده. از بالا اینجا ما میبینیم که ایکس بر ای مساوی به چی میشه؟ کوساین الفا. خواهی بجای ایکس بر ای نشته میکنیم کوساین الفا ضرب وکتور واحد آی به این شکل. و ای وای بر ای کسته یا کسته چی میشه؟ از جمع میبینیم ای وای بر ای کسته چی است؟ کوساین بیتا است و دیگه شون کست کوساین الفا میشه و ایش دیگه شون کست کوساین گاما میشه. نشته میکنیم که کوساین بیتا وکتور واحد جی جمع کوساین گاما وکتور واحد که به این شکل این نمایش دادیم. ای کست یا وکتور واحد میشه به این شکل اگه خواستیم ما مصوبه کنیم وکتور واحد یا وکتور واحد میشه و همچنان یام وکتور واحد میشه. قیمت ای را فهمیدیم. قیمت ای از اینجا ما مصوبه میکنیم از جذر ای اکس مربع جمع ای وای مربع جمع ای زد مربع. خود وکتور تقسیم چی میکنیم؟ تقسیم قیمتی که در اینجا مرایه. ای برای ما چی رو میتا؟ وکتور واحد میتا. حالا ما چی رو میخوانیم؟ وکتور های کارتیزانی در جمعش میخوانیم. یعنی چطور وقتی که یک وکتور به شکل کارتیزانی بر ما داده شده باشه چطور ما جمعش پیدا کنیم؟ خیلی سعی کنید در اینجا دو وکتور از این شکل یک وکتور ای وکتور بی. اول پیش از اینکه ما مسئلهش پیدا کنیم آره پیدا کنیم چی میکنیم؟ باید ما وکتور ای را و وکتور بی را به شکل کارتیزانی نمایش بدیم. خیلی نشته کنم میتونیم که وکتور ای مساوی میشه با ما گفتیم وکتور ای سه مرکب داره در فضا ای اکس آی جمع ای وای جی جمع ای زید که به این شکل و وکتور بی مرکسته یا هم سه مرکبه داره بی اکس آی جمع بی وای جی جمع بی زید که به این شکل این دادانه به شکل کارتیزانی نمایش داده شده. حالا اگر بخواییم ما که ای جمع بی را پیدا کنیم چی میکنیم؟ ار دوی زیر جدا جدا جمع میکنیم به این شکل ای را جمع میکنیم. خیلی نشته میکنیم که ای اکس جمع بی اکس آی وکتور واحدش جمع از اینجا چی را جمع میکنیم؟ ای وای جمع بی وای وکتور واحد جی جمع دیگه چی ماند؟ ای زید جمع بی زید وکتور واحد که به این شکل. این شده یک جمع وکتور ها که به شکل کارتیزانی باشه. حالا اگه ما سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.